به به چه نوری، اینم از این. خب حالا میرسیم به این، یه عکسی ازت بگیرم که کیف کنی. اها اکبر جون این چه قیافه یه گرفتی؟ بخند. زیاد بخندم جرف میشه، تو محلی و برام هفته هم میرن همه جون. اکبر جون زبونم لال، عکس مجلس ختمت که نیست، عکس پاسپورته. ناسلامتی داری میری خارجه؟ میخوای آبروی منو جلوی ژاپنیا ببری؟ نمیگن این چه عکسی آقا حمید گرفته؟ نوکر آقا حمیدم هستم، فقط به جون که داره نفسم میبره. خفه شدم حمید جون، یه خور زودتر. همه الان یه دقیقه صبر کن. چیکار داری میکنی؟ این رنگش بهتره، خارجی. اکبر جون دیگه چی شده؟ هنوز نرفته، دلم برای تنگ شده. فکرشو بکن، 6 ماه میدونی چقدره؟ خودش یه عمره. چون اکبر دوباره ننه من غریبم بازی ران انداز. چشم هم بزنی برگشتم، عوضش نمیگی همه اینجا مال خودمون میشه؟ داخل اگه نرم تا آخر اون باز شاگردی اینه اونو بکنیم که. اونجا که میری حواست باشه، مواظب خودت باش، یه وقت پولاتو نزنن. به نزهت خانومم بگو تو زیر شلواری یه جیب بدوزه، یه ما غذای ناجور نخوری مریض شی. اکبر جون اگرم هر وقت خیلی خوش بودی یه یادی هم از ما بکن. حتما حمید جون، نوکرت هم هستم حمید جون. چیونه من بخن؟ خیلی 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 شما دوتا روزی چند بار خودحافظی میکنین؟ چاییتونم که سرده، بیاییم به کارتون برسیم بابا. یه دقیقه دست شما درد نکنی مشتی، یه دور از جون بگو. شوخی کردم بابا. خب 1 2 3 ژاپنی تو سفارت ماشنا. آره تو تو میگی گفت اکبر جون کجا خوری زبون بلدی؟ گفتم یه اسم پس دمت گرم. اوکیه، فقط هوا این یارو داشته باش کارت با من. من گرسنه ام نخیر نمیشه، کار ما نیست. اکبر جون ژاپنیشو بگو، من تشنه ام. دوشو گو، من تشنه ام. بگو چی بود؟ ها؟ ای گفتی؟ حواست دو هم باشه. من تشنه ام. داخل اگه اینجوری بخواد پیش بره ما اونجا گشنگی میمیریم که. تشنه شه، من تشنه ام. باتا گوشی تشنه. من بیکارم، آیا شما کار سراغ داری؟ واتاکوشی بیکار آیا؟ نه قاشق چنگالشون با آدمی زود رفته، نه اون زبون باموندهشون که داری به ما یاد دهی. اکبر جون اینقدر ژاپنی یاد گرفتی فارسی یادت نره. حالا بگو من گرسنه ام. خدای نکرده، مگه قرار اکبر آقا بره اونجا گدایی؟ اینا چیه یادش میدی؟ اگه یه وقت گشنه شد چی؟ بیا اکبر، باید بتونه دردشو بگه. مملکت غریبه. دیروز پای پیاده رفتم امامزاده داوود، کلی نذر و نیاز کردم که بچم صحیح و سالم سر ما رو گنده برگرده. آخه نزد خانم از این گنده تا چی میخواد بشه؟ خوبه زبونتو گاز بگیر، شما به دلت بد نگیر، انشالله که میره با دست پر برمیگرده. عکاسی رو میخرن و میشن آقای خودشون. چه میدونم والا، تو خدا چی بخواد. اکبرا شما با ترکای اونجا معاشرت کنید، نشست و برخاست کنید، اونا شما را راهنمایی میکنن. آخه عزیز آقا جون، ژاپن که ترکی نداره. شما که سواد داره چرا این حرفو میزنی؟ شما این مهلت باید بود. اکبرا سیب سر راتون، این رادیونو بدین دکن اسماعیل آقا. درست درست چش بابا، نه کیش
حوصله ندارم، مردم خوابن. ولی با تو هم نزن، مردم زابرا میشن. تو هم وقت گیر آوردی؟ اکبر جون، مجلشو که بهت نشون دادم، موسیقی باعث رشد گلا میشه. اینی که تو میزنی بدتر ریششونو میخشکونه. اینا همش تیغ بزرگ میشه، میره تو چشت کورت میکنه. حمید آقا فوت نکن، میخوایم بچینیم بخوابیم. چشم، بفرمین شما. ببین نرگس خانم، شما تو خود ژاپن هم که عکاسی باشه ببین، عکاسا همه اصلا پدرشون دستبچه یه چیزی مینویسه مثل ما. اینقدر به وسیله من دست نزن، دستم خط میخوره. مگه مست مینویسی؟ با اون رفیق شکم گندن گوشی تو بیاد تا بهت بگم، اکبر از بچه هایی که به وسایل دست بزنن بدش میاد. صبح یه بچه هایی به وسایل دست زد، فکر کنم خوردش. حالا هی دست بزن. من چاخان میکنم؟ خیلی خوب، وقتی اومد بخورت هی نهی التماس کنی بگید زامنشاه، خود دانی قابل شما رو نداره. انشالله که پولتون جور میشه و از شهر آقا بالا سر راحت میشه. اختیار داریم، ما نوکرش. خدا رحمت کنه پدرتونو، ما هرچی داریم از ایشون داریم. بیا بابا جون، اینا مال تو، ببر خونه تون باش. بیا بریم رامین، اینقدر مزاحم کار حمید آقا نشو. اختیار داریم، کمک میکنه ایشون. بله. خدا حافظ. خدا حافظ. به سلامت. من الان برمیگردم. نرگس خانم، به مادر سلام برسون. بزرگیتون. آقا رامینم بفرستین بیاد پیش حمید عکاسی یاد بگیره. خوش اومدین. مش ماشاءالله نهار. پس چی شد این نهار؟ آوردم. بابا مردم گشنگی. آوردم بفرم. میگم که مش ماشاءالله هم باز یه فکری برای بساطش بکنه. بله دیگه. چه فکری؟ با آقا رو تازه میگه چه فکری؟ مشتی تو دو ما دیگه ما اینجا رو خریدیم. یه دستی به سر گوشش میکشیم نونوار میشه. قضیه دیگه فرق میکنه، مشتریامون عوض میشن، آدمای موند بالا حسابی. چه جوری بگم، با اون بساط سیگار فروشی جنوبالی دیگه جور در نمیاد. متوجه این که مردم عقلشون رو چششونه. به این سادگی هم نیست. شما دوتا از مرحله پرتین. آقا بویوک لبنیاتی را که میشناسید؟ همون گرون فروشه. بله. خب پیغام پسخان فرستاده برای نرگس خانم. که چی؟ که بله دیگه، انگور خوام نصیب شغال میشه. آقا بویوک اگه شوهر نرگس خانم بشه، نه جای من اینجاست نه جای شما، و سلام نامه تمام. ولی من یه ساعت پیش با نرگس خانم صحبت میکردم، چیزی نگفت. یعنی هر کی بیا تو این محل برای خواستگاری باید شما را خبر کنه. اما اگه چیه؟ چرا اینجوری به ما نگاه میکنی؟ شما دوتا نمیخواین سر سامان بگیرین؟ پیش شدین و رفت. کی بهتر از نرگس خانم؟ شما بگو بعد میگم. آقا حمید این چه حرفیه مشتی؟ نرگس خانم مثل خواهر من میمونه. شما چی میگه اکبر آقا؟ ایشون که با نرگس خانم خواهر برادر درامه. من؟ والا چی بگم؟ کی بیداره؟ معصیت کی نمیخوایی بکنی؟ خب خواهر من خواهر اکبرم هست دیگه، مگه نه اکبر؟ درست بگو دیگه. بله هست. بله. خیلی خوب، پس دست روی دست بذارین تا بویوک آقا خواهر شما رو بگیره، بعدشم با یه تیپا هممونو بیندازه بیرون. والا من اگه جوان بودم، خوشگل بودم، پولدار بودم، شغل خوبی میداشتم، خودم میرفتم خواستگاریش. ای جوونی کجایی که یادت بخیر. یه مشتی اینم گوری چایی ما رفتیم. خیلی هم ممنون. حواستون که به خواهرتون هست، ببین چقدرم جنس بهش داده. بادا بادا مبارک بادا، ایشالا مبارک بادا. باوریم بابا. بادا بادا مبارک بادا ایشالا. سلام، خسته نباشین. سلام علیکم. تلفن ما نمیدونم چرا قطع شده، گفتم اگه اجازه بدین از اینجا یه سر بزنم بخواهم. خانو بده خدمتشون. میبخشینا. بفرمایید. خیلی ممنون. الو مخابرات، ببخشید تلفن ما قطع شده. بله؟ نه خیر، یه ساعته. بله. 53 64
56. بله خیلی ممنون میشم اگه امروز درست بشه. هیچی اکیم بس کارتو بکن. نه خیلی هستم خونه. خیلی ممنون. خداحافظ. ببخشید میشه یه تلفن دیگه بزنم؟ خواهش میکنم. پنج تا بزنید. بفرمایید. مریم سلام. خوبی؟ تلفن قطع شده. چیه؟ دارم از اکسی زنگ میزنم. فکرهای ناجور میکنه دیگه. نه مادر خوبه. کارو تو بکن. نگران شما بوده. تلفن که درست شد زنگ میزنم باهات حرف بزنه. سد معبر کردی آقا جون. سد معبر. مردم نمیتونن از این پیاده رو رد شن. آخه خدا رو خوش نمیاد. آقا جان این 4 تا جعبه جلو راه کسی رو نگرفته. چطور نگرفته؟ مگه نمیبینی با چه مکافاتی رد میشن؟ مهمتر از اون مزاحم کاسبی ما هست. شما که مغازت اون طرف خیابونه. چه ربطی داره به این طرف ها؟ خیلی هم رفت داره. ما مشتریامون روز به روز کمتر میشه. میگیم چرا؟ میگن چون آقا بویوکی اینا رو میذاره تو خیابون. شما زحمت کشیدین. اختیار دارین. چه زحمتی. شما با این همه گرفتاری تو دیگه وقت نمیکنین برید خرید کنین. بعدش هم ما و شما نداریم که. ولی من همین صبح خرید کردم. شما هم که چقدر تعارفی هستی نرگس خانوما. بیا بابا جون. ماشاءالله چه پسری. شکلات گنده داری به من بدی؟ چی شده تو اکبر شکلات خور شدی؟ مبارک انشالله بیا دهندو چیریم. آقا بویوک سوپرمن این علامت مارک استانداردش کو؟ اکبر آقا این ترشی خونگیه خانم خودش درست کرده استاندارده درجه 1 ممتاز. آقای ممتاز اگه خوردیم مردیم مسموم شدیم چی؟ آقا جان ترشی که مسموم نمی کنه. زیادی بخوری دل ضعفه می گیری. صدا ده واسه من بلند نکن. جنس غیر استاندارد میگه صداشم بلند میکنه. اون رمین که نه سلام. سلام آقا رامین گل حالت خوبه؟ خوبه. کیه رامین؟ سلام علیکم. قابل شما رو نداره. شما فکر کردی شاید وقت نکنم برم خرید؟ بله بله همینطوره. شما از کجا فهمیدین؟ شکلات من یادت نره. بله بزنید. چه حرفا؟ مگه خدای نکرده زن مرده ای؟ مگه زن طلاق داده ای؟ مگه بچت نمیشه که میخوای زن بچه دار بگیری؟ آخه مادر جون شما که ندیدینش. به خدا خیلی خانومه. اکبرا خیلی خانومه. خیلی آقاست. من کار ندارم. عیب داره عیب نداره. من کار ندارم. من زن بیمه با بچه نمیگیرم. بیمه چی چه بابا جون؟ بیوه. بیوه رو میگه بیمه. فرقی نمیکنه. همونی که شما میگی من نمیگیرم. بابا سن اربادال میجسن که قرار من زن بگیرم. گناه نکرده که بیوه است. به خدا ثوابم داره. تو اگه میخوای ثواب کنی برو ننه رضا دیوونه رو بگیر که ثوابش هم خیلی بیشتره. همینقدر که پاک کردی بس. اگر بدونی چقدر با شخصیته آقا رامینم همینطور. حالا من چقدر باید زحمت بکشم بچه بزرگ کنم اگه از رو پشت بون نیفته تو چاه نره بچه ها با سنگ تو کلش نزنن تازه بره کودکستان. اما حالا یه زن میگیرم با یه بچه معدب کلاس دوم دبستانم از همین دبستان شرف. تو بچه ای ساده ای خامت کرده واسه او رو ادا اومده تو هم هول شدی. تازه تو اگه میخوای زن بگیری خب خدا میرم برات خواستگاری. دختر آقای یاوری رو دیدی؟ کدوم یاوری؟ همون یاوری خودمون دیگه کاروان زیارت و سیاحت داره. دختری مثل پنجه آفتاب میمونه. خیلی خانومه. پارسال دیپلمشو گرفته. از هر انگشتش 1000 تا هنر میریزه. حرف مادرتو گوش کن. گوش کن اکبرا. اون صلاح شما را میخواد. بابا اصلا میدونین چیه؟ من زن نمیخوام. من از خیرش گذشتم. ولش کن بابا. ولش کن. خب اگه ولش کن پس ولش کن. بگو دنبال بهانه میگردم. من سنه نشون نبیدن عرفا در عجیب دوت تن و شاقور. یاوری چیه بابا؟ سلام از ماست. مامان هستن؟ بله بفرمایید. خیلی ممنون.
شما بفرمایید. ماشاءالله چه پسری. خیار سردش. یا الله. سلام علیکم خانم بزرگ. چه کار خوبی کردی مدی اکبر جون. چی زدی به خودت؟ چقدر بود گم میدی که نرگس خانم مثل خواهرتونه. نه نه گفتم خواهر شما مثل خواهرمه. بزرگترتون ایشونه؟ بزرگتر بزرگتر که نه، ولی خب تقریبا بله دیگه ایشون. منو دست میندازه حالا شیش انگشتی یک بزرگتری نشونت بدم که حظ کنی. ببخشی خانم بزرگ. خوش آمدی صفا. چه خوش اومدی؟ بیا بیرون بیدم دست میدم. اما خیلی نامردی یواشکی که گلو شیرینی گرفتی اومدی اینجا که چی؟ اشفر جون من میخوام تشکیل خانواده بدم نامردیه. حیف نیست این طفل معصوم از کانون گرم خانواده محروم باشه. من فکر کردم تو خوشحال میشی. یک کانون گرمی برات درست بکنم که تو برنامه خانواده نشون بدم. را بیا بیرون. مامان 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 سلام علیکم. زحمت کشیدیم. اختیار دارین چه زحمتی. این مبارکه انشالله، ولی ما نمیتونیم ندیده و نشناخته کاری بکنیم. مادر خواهش میکنم. ببین نرگس جون، زود تصمیم نگیر مادر. به نظر من این ریزه بچه مهربونیه، اما اون گنده کمی بد اخلاقه. البته بد اخلاق مرد خودش یه حسنه. پدرت هم همین جوری بود مادر. مادر شما اشتباه گرفتین. خواهش میکنم ساکت باشین. ببینین اکبر آقا، میدونم چی شما رو نگران کرده. تو محل از این حرفا زیاده. منم اونقدر ساده نیستم که گول این چیزا رو بخورم. پدرم خدا بیامرز شما رو خیلی دوست داشت. شما مثل برادرای من میمونین. من سر حرفم هستم، هیچ وقتم زیر قلم نمیزنم. شما بهتره به جای این بازی ها به فکر جور کردن پولتون باشین. حیف که دست و بالم بسته است، وگرنه این مقدارم ازتون نمیگرفتم. خیالتون راحت باشه، من خودم همه این پول رو جور میکنم. تو پول جور میکنی؟ بله. تو ببخشید شلوارت هم نمیتونی بکشی بالا. از لج تو هم که شده سه ماه جورش میکنه. خواست منو بفرسته ژاپن دنبال نخستی ها، برداشم همه چی رو هلفته بکشی بالا. اما کار کنده اکبر آقا آبرومون رفت ننه. تو رو خدا آبرو ریزی نکن. نمیدونه آخه تو رو چه به خواستگاری؟ من بابا من نیتم خیر بود. نه مثل تو که برای ماه دنیا رفته بودی. سایب قباحت داره. آخه اشیدیر کشیدی. آخه سنگه اون نه منه نده ای بود. چه باید عکاسی ها میگردی پشمک فروشی؟ تا سنگه اونم ازت برد. تو که فرق دوربین دست زبنگو نمیدونستی؟ حالا برای من کنی میخونی؟ بیا بیرون بینم موش مردنی. آخه بابو گلابی همه میدونن از بچگیت لنگ من بودی. یه رفته گریه میکردی مشقه تو من میدشتم. مشقه منه تو مینوشتی؟ من ماه دارم باش تمرین میکنم. یه سونو یاد نگرفته. این چه حرفی؟ بابا قورباغه تمرین کرده بودم دارم یه برگل هر بیر. کن جلو در همسایه بد زشته. داغ عکاس خونه رو به دلش میذارم. مبدیلی خیر باشه. شیشه انگوشتی از لج تو هم که شده سه ماه میرم کش پیش دنبونشو جور میکنم میام. باره اولی میری ژاپن؟ بله من آقا دفعه دومه. اولش برای ماها خیلی سخته، یعنی اونجا اصلا یه جور دیگه است، همه چیزاشون الکترونیکیه. سلام آقا. سلام. خسته نباشی. چایتون رو میگیرین تا براتون تعریف کنم.
فرمی ممنون. الکترونیک، کامپیوتر، همه چی شده کامپیوتر. رانندگی، آشپزی، لباسشویی، خلاصه هر چی که فکرشو بکنید. دور از ادب آقا، تو دستشویی که میرین هنوز بیرون نیومده ادرار تو آزمایش میکنه، برقی آزمایشو میده دستتون. چی شده آقا؟ آخه میدونین این نمایشگاهی که بنده رو دعوت کرده یکی از سلام این هواپیما کیش میره؟ با تو هم این هواپیما کیش میره؟ آقای محترم اگه سوالی راجع به پرواز دارین از مهموندارای عزیز بپرسین. پاشو ببینم برای من لحظه قلم صحبت میکنه، همینجا باید پیاده بشین. آقای عزیز این چه حرفیه میزنین آخه؟ ببخشید آقا، خواهش میکنم، این که شما میگین عملی نیست. آقایون خانوما شما بفرمین بشین. آقا واسه من خاطر ژاپن بری ژاپن. فکر میکنم اشتباه سوار شدم. من اشتباه سوار شدم؟ من بلیطم تهران پکن تو چون تو پکن تهران. من اشتباه سوار شدم؟ بفرمایید هواپیما رو به هم نزنید. بفرمایید آقا این یه پرواز بین المللیه. نامردم اگه بذارم وارد ژاپن بشم. از آشناهاتون بودم؟ از همه فرودگاه میگم. من میاد با ایشون آشنا باشم آقا. مارمولک. چی؟ مارمولک؟ هواپیما مارمولک داره؟ چی فرمودی؟ نشونت میدم. آها فیلم نشون میده، مردم اعصابشو خرابه دیگه. همین بایشا بیرم، بایشا بکردی میتونه دست من در بری. بعد از همین رایی که اومدی برگرد. آخه اکبر جون چجوری از اینجا برگردم؟ گودمان نیست انگلیسی بربو نکن، بربر گفه مظلومم نگیرم. آخه اکبر جون تو مملکت به این بزرگی مگه جایی تو رو تنگ کردم؟ این جلوی ژاپنیا بعده ها. او من یکی بدون کن باید برگردی. داد نزن میندازنمون بیرون ها، بعدش هم تو باید برگردی نه من. ژاپنی بلدی که نیستی، آشنا ماشنا داری که نداری، سر وزیدم که معلومه. بعدش هم اگر جون تو عوضی اومدی. بای بای. های دوزا دوم آریگاتو گوزایماس دویتاشو ماشت. میگم نگران نباشا، خودم کارتو درست میکنم، رفاقت واسه همینه دیگه. چی میخونی ما بدونی؟ سلام علیکم خانم، سفر خوش گذر. سلام علیکم، خوش آمدین. های دوزا آریگاتو. آریگاتو. No, I can't give you the visa. You must return by the first flight. آخه برای چی؟ من سه بار دیپورت شدم. این بابا سه بار به من گیر داده. آخه من میدونم به خاطر چیه؟ به خاطر سیبیله. میدونم به خاطر سیبیلمه. من سرم برای سیبیلمو نمیزنم. ببخشید آقا موضوع اینا چیه؟ ژاپنیا از سیبیل خوششون نمیاد. اکثر سیبیل دارا رو برمیگردن. یا اول باش. خانم ببخشید این سفر موضوع بشه مال بعد. اگر که دختر بسید گیرد به این دوک بسید باشتشی باشید بسرا خانه ببخشید آقا این دانه کنم بله برو من نسید این چه کنم نمیده دویزا بله برو من منم نسیشو بزنم تم نسیشو بله برو 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 Thank you. Thank you very much. آقا جون نوکرت هم چم بدم. چی رو؟ تیغ دیگه. 200 دلار. بی انصاف. آخه مگه سهام کارخونه شو میخوای بفروشی؟ یه تیغ دست دوم تمیز 5 تومن نه 10 تومن. بعد میگم خانوم
انصاف داشته باشه خیلی. وقتی جلوی اون یارو به تته پته افتادی هی نگی بیای ترجمه کنم، خودت میدونی دیگه. حمید جون ببخش خانم، اصلا این تیغو بگی مالا خودت بگی. حمید جون بگی دیگه. بگی مالا سیمیلاتو بزن بیا. دیگه به دردم نمیخوره اکبر جون. گود مورنینگ. یس. You came for tourism or business? Yeah. Okay. You came for tourism or business? Yeah. Okay. Here you are. Welcome. Thank you very much. Passport, please. Civil چرا زدی؟ جواب بچه مردان چی میدی؟ جواب آقا چی میدی؟ Passport, please. بی‌معرفت لااقل وایس ببینیم آقا بابا چی میخواد بگه؟ Your passport. May I have your passport? Passport. Oh, man. Definitely. You came for tourism or business? You came for tourism or business? میگه واسه گردش اومدیم. آه، یس. یس، بله، بله، برای گردش اومدیم. بله، برای حال، برای صفا، برای اینجا رو بگردیم، ببینیم. اینا. قربونتون برم آقا. چقدر شما شبیه تانکوره اینا، دست شما درد نکنه، قربون شما برم. آتا چی بوچی سما ما دوی ژاپنیم، لا 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 تا چی بوچی همی جو کشی وایسا ما هم گرفتیم. بس سلام آقا حمید بود نوکرت هم بابا، ببخشید کردم خیلی مفرسه گنم برای یه ریزه شده بود. مشکلی که پیش نیامد آقا امیر. نه خیلی، چه مشکلی؟ خیلی هم خوش گذشت. از وقتی نامت رسید اگه بدونی چه حالی شدم، از ذوق شبا خوابم نمیبرد. بابا زودتر میومدی، دلمو پوسید اینجا تنهایی. ببینم حسابی خسته شدی؟ آره نه بابا چه خسته ای، خیلی هم خوبه دیگه. الان میرم. بفرمایید. نه شما بفرمایید. یار داری شما اینجا مهمونی؟ بفرمایید. میگم نوستاد جون، این بچه ایرونیای علاف که همینجوری شرطکی بلند میشه میان اینجا کجا میرن؟ هتل، مسافرخونه، همه جوره هست. یه هتل ایرونی هست تو محله چینیا. هتل که نه، یه جای ارزونی که با پولشون جور در بیاد، یک دو شب بمونن و بعدش هم برن دنبال بدبختیشون. این علافا رو میگی؟ همون که گفتم خوبه، تو محله چینیا هست. اون آدیه چینیا. آره. ما که رفتی. بفرما خواهش میکنم. چقدر میخواد خوش یک داره نوزد جون. هر شما. علاف خودتی با اون رفیق عوضی برنگ صورتی یک شرط کینت رو بدم که حفظ کنیم ندید بدیم با اون کچلوار مدیم با پمایون مسخره. خب سوا شده بیمار فرد نارفی رفیق قال بذار اینم شد رسمه. سلام چه کجایی؟ سلام علیکم، آذری هستم، شما ایرونی هستین؟ خب آره دیگه، جایی دیگه هم پارسی حرف بزنم. بابا شما، بخش نخوشحالی هول شدم. سلام خانم. اگه میخوایی میرسونمت همون مسافرخونهی که رفیقت گفت، سوار شو بریم. خیلی ممنون، دست شما درد نکنه، آقایی بکنی. کالمون گذاشتن درش. جای شما رو خالی کردیم. گلنار چطوره؟ امان از این تحت آقایی که تنگی نمیشه؟ اگه بدینی وقتی رو بوشه مدرسه شو بوشه چه بلایی میشه. یه کادو برای شما فرستاده، بسید منم کجا گذاشتم. کارت صد آفرین، تو مدرسه بهش دادن. دلم براش یه ریزه شد. این بابا رفیقت بود؟ رفیق؟ صد رحمت به دشمن. آقا نصره این ایرونی های علاف کجا دارن میره؟
نگاه کن ببین چجوری ما رو ترسون سیبیلمون رو زدیم. آشنایی کسی رو نداری؟ نه خیر. لابد برای کار اومدی. آره خیر سرم. ایران چی کار میکردی؟ توی عکاسخونه کار میکردی. با همین بزمجه که دیدی نمیشه. یادم رفت خدا حفظ کنیم. ببخشین خانم. خیلی ببخشین زحمت دادیم. خدا دست داری همین جا عجب. بیا کفشاتو دارا. ببخشین به به چطوری پیره من؟ ببین کی بشه میگه پیره من؟ مچمند از این؟ دونه یا مادم کجاست؟ تو اتاقش معلوم بله ماشین تازه اومدی؟ بله چیه کس کردی؟ یکی دو ساعت دیگه که بچه ها بیان فکر میکنی وسط نظام آبادی فکوس، فته برم شام رو درست کنم دیر بشه هم دیگه رو خوردن سعود اسکا جاکار اینو پاسپورت رو میسته کدسه های دوز اومدم تازه اومدی؟ بله تنهایی؟ نه با رفیقم اومدیم بله تنها دست درد نکنه زمت مکرتم بابا این حرف ها کدومه به هوا دست خجالت رو نده دیگه بابا بگم کاش با لباس ساده تر میمد چطور مگه بده؟ نه بابا کار درسته اما میدونی این طوری قیافت داد میزنه که توریستی با این ساق و تشکیلات ببینم پولاتو که جای امنی گذاشتی جاش امنه خیالت راحت خیلی خب همینجوری وانش ساز ظرفش بیار بکشه هم بذار بالای سرش نصف شب پا میشه گشنشه میخوره کسی جا نمونه سلام علیکم خوبی؟ سلام علیکم خیال برای تنگیر من از این آشکالا بخور نیستم بسه رفیقمه شام شما رو هر شب از هتل هیزم میارم آقا دست شما در نکنه من که یکی خرجمو از بقیه سوا کردم صبح تا شب خرمبالی میکنم که چی؟ هیچی همین پیریه تاجیک یه پولی از بچه ها میگیره کاراشون انجام میده لباس میشوره
نظافت میکنه. یه چیزی هم میبنده به شکمشون. یکی نیست بگه تو واسه چی پاشید اومدی اینجا. آدم باید از مغزش استفاده کنه. اینجا ببین، تلویزیون، ویدئو، ضبط، حسرت یه دونه از اینا رو دارن. اینجا به هیچ کس اعتماد نکن. مواظب پولاتم باش. باز گوش مفتی رو بردی؟ ولش کن بنده خدا، تازه از راه رسیده خسته است. ابر گفت شد مستره. بابا افتاد داشته بودم زیر بالشم، 500 دلاری بود همین سر شب. بالاخره که بعد افتاده زیر تخت، یه دفعه دیگه بگر. یه دفعه گشتم بازم میگه بگر. من میدونم این برداشته، بده بینم پولا. دهنه به سره، بد خواب بیان چیکار دارم به تو چون؟ اونه من نمیتونی بخوریم. بابا آروم باشی. خدا هر کی برداشته پس بده. کنی بالا زحمت کشیدم، چون مادر تو پس بده. چی کار کنم؟ چی کار کنم؟ آروم باش حسین. مخلص آقا غفارم هستی؟ صبح بخیر. پس چی شد آقا نصرت؟ آقا نصرت جیبت رو زد و در رفت ها؟ سیر و سیاحت هم که کردیم، برگرد برو دنبال زندگی دیگه. سر خیابون باید سوار بشی میری فرودگاه. یالا برو به مش ماشاءالله بگو سایونارا. در خدمت ما غفار. بفرمایید. آقا برو دنبال زندگی دیگه، اینجا برای چی باشده؟ چیزی گیرت نمیاد. برو وقتم دلم نکن. برو آقا جون. مملکت غربت جای تلافی و تسبیح حساب نیست. اگه بخوای برای رفیقتم میتونم یه کاری بکنم. چی شد؟ رفته؟ خب لابد قسمت نبوده. کمربند تو من. این دست تو دمو ای تو دست زیادی بس ای دست نه جاکر نیت کوکو نی هتارا کو تو کی کوکو نرانا یو نیشته که از که تیو تا اینجا پتا سیا یه قربونه شما همیشه سم شش خب درست شد. خیلی ممنون. خب بهت بگم تو آشپزخونه که کار میکنی از این چاختر نشی. چشم مواظب. سلام علیکم. سلام. مریم دخترم. راه و شاهو یادت.
چشم. خب من دیگه باید برم. ظهر برمیگردم. خدا فعلا خداحافظ. به سلامت. خدا بزرگی کمتون نکنه. خیلی ممنون. قرص دیالت. اگه بخوای اینجوری قرص بخور باز کار دست خودت میاد. من که حواس ندارم. این قرص صبح. دیگه نباید بنوشی. سینرا. صبر کنی من براتون آب بیارم. همین بالا میشین. خب شروع کنیم. سیب زمینی گرفته تا خرد کردن سبزی و ماهی و میگو و اختاپوس و هر کاری مثل ظرفشویی و نظافت. بله اون سرآشپزه خیلی هم وسواسیه. بله. اما کارتو درست انجام بدی کاری به کارت نداره. بس آقا بس کن بس کن بابا گوشم کر شد. اگه فکر کردی اینجا بشینی چیزی گیرت میاد کور خوندی. پاشو برو خدا روزی جای دیگه حواله کنه. اکبر جون من اینجا نشستم قصه بیکسی خودمو میخورم مزاحمتی داره برای شما آیا؟ آی امان از بیکسی ای دار. بابا الان نهار بازار سرمون شلوغه. اینقدر نرمن قریبه بازیم در نیار. آقای بیکس نزن جلو ژاپنیا بده. شما بفرمایید من براتون میارم. راضی به زحمتت نیستم. اینجا را از کجا پیدا کردی؟ بالاخره تو مملکت غریب آدم باید هوای هموطنشو داشته باشه. دوستان باشد که گیرد دست دوست در پریشانی و درماندگی. عجب. اسم چیه؟ کوچیک شما آقا حمید. آقا حمید. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. چیزی شده؟ نه بابا. از دست این حمید بزمجه. هست یه جوری اذیتم میکنه نیست یه جوری دیگه میل نمی کنه بره راحت هم بزن. ببخشی من اینو بدم بهش بیم. بچ کجا رفتی سر زوری؟ میموندی اقلا نهار میخوردی بعد میرفتی. تمام بازار رو گشتم انگار آب شده بود رفته بود تو زمین. ما رو آس و پاس بل کرد تو شهر. شب و کجا خوابیدی؟ تو بنده سده بوقی کشنی نازش تا صبح بخوابم. همین؟ معلوم است تو کدوم گوری هستی؟ یه ساعت دارم دنبالت میگردم. اکبر جون من که جلوی چشت نشستم دستت درد نکنی. اینو جا گذاشته بودم. اصلا تو اینجا چی کار میکنی؟ خیلی خوب پاشو بیا تو. خیلی مخلصی. پاشو بیا که نری ترون بگی اکبر بی‌معرفت بود. کفشاتم باز در بیاری ها. جوراباتم درال بود جن میده.
کوچولویی هم را هم ببوسید. در اینجا همه چیز خیلی گران است. در اینجا همه چیز شرکت اتوبوس گران است. چی داری میریسی هرون بال من؟ اکبر جون من تو فرقی نمیکنیم. یعنی چی فرق نمیکنیم؟ خانواده من با خانواده تو فرق نمیکنیم. مال خودتو بنویس. اکبر شکمشی چی کار میکنی؟ مریم خانم اصلا فکر نمیکردم دختر خانمان برای کار بیان ژاپن. خب منم برای کار نیومدم، وقتی درس ندارم میام کمک بابا. اول بابام اومد، چند سال بود بازنشسته شده بود، فکر کرد اینجا برای خودش یه کاسبی را بندازه. یکی دو سال اول بد نبود، خوبم پول میفرستاد، کارش هم خوب بود. بعد زد و مریض شد، قلبش. از قبلم ناراحتی داشت، هرچی بهش اصرار کردیم برگرد قبول نکرد، گفت تازه دارم اینجا جا میفتم، نگران من نباش. منم اومدم یکی دو ماه مراقبش باشم، موندگار شدم. حالا هم درس میخونم هم کمکشم. ببخشید دستتون چی شده؟ چیز مهمی نیست، حساسیت پوستیه، آب و هواس دیگه. بفرما اومدی تفریح دیگه، این از سیب زمینی پوست کندنت، اونم از دیوار شستنت. خب اکبر جون مگه چه عیبی داره؟ دیوار که تمیزه دیگه. میگه چه عیبی داره؟ یه باری که دیوار شسته میگه چه عیبی داره؟ خب آخه اینا چشاشون تنگه اکبر جون، یه باریکه که بیشتر نمیبینن که. چشاشون تنگه کور که نیستن که. نه اکبر جون، نگاه تو از لای درز در نگاه کنی چی میبینی؟ خب اونام همینو میبینن دیگه. آخرش من دست تو دق میکنم همین. حتشی واکوشا کنو ایتو وا تکسان اوکانه و مرایماس دمو آنیتو و نمکه دست. میگه چون شما بهتر کار کردین مزد بیشتری هم گرفتین، ولی حمید همش بازیگوشی میکنه. من بازیگوشی میکنم؟ بله دیگه، میگفتم برات زلمونی ما تو تهران خیلی بزرگه. البته من خودم که کار نمیکنم، چند تا شاگرد هستن اونا بیشتر کار میکنن، من فقط مواظبم خرابکاری نکنم. بالاخره شاگرد در تهران زلمونی داری؟ خب بله دیگه اکبر جون، من خودم که نه، آقام نیه. پس آقا خدا بیا مرز من باکسی بوده؟ پای سر مرد حرف نزن اکبر جون، زشته به خدا. خجالت تو نمی کشی به این بچه ها رو حقوق میدی؟ اکبر آقا بفرما چه ای؟ بشین بشین رفیق از تو زبلتره. حالا تو این وقت تو آشپزخونه طرف کن، برای خودت میگم بیا ببرم از سر یه کار حسابی پول ساز. آریگاتو. خب چقدر دادم آقا؟ قابلی نداره. قربون شما، دست شما درد نکنه. بفرم چایی تو بخورم اون سرد شو بخور. خب رسیدیم به آقا بابک گل. رد کن بیاد ببینم. چیو؟ مفتی مفتی اینجا میچرخی که چی؟ کرایه اتاقتو بده لاغا. کرایه اتاقتو بده من؟ این سرمونی نیستش که. باشو برو سر رفیق بده نگاه کن. چش چش بشین قربونت برم. من به این کار کار ندارم، رد کن بدونم. پولو کرایه و داقه دویده من بدم میدم. خب اکا جون مشتری چرا میپرونی؟ بدم میدم. بیا بدم. چایی تو بکن بابا، بی خودم اقا ترس نخور، بزن چایی رو. بای بابا بای بابا برای ما ایجیبان دایو، این بابا همه کاره ایست کنی برای دوشش مایه بودشم. تکرم گفتم زرگوات بیرو از پا میدن، خلاصه حسابی پختم. بعد از این بازی میری بالا میخواد کارتو ببینه. همین باید ببینم. اکبر اکبر
وایسا یه دقیقه وایسا بازم هم سب کن بابا بچه بازی در نیار دیگه بچه بازی کدومه من برم اون بارم کتکشو بخورم بوکان سیما بگیری نه امو بوکانا با سر من کچانه ای کتک خونم بوده خود برو بسن بابا من کتک همون قبلا خوردم دیگه اکبر جو وایسا اکبر یه دقیقه سر کنونی چی میگم هر نکن بچه اکبر این بود ورزش کار آدمایی به شخصی هم مگه نمیخوای پول در بیاری مفتی مفتی که آدم پول نمیدن باید کار کنی دیگه این کار به درد خودت میخوره برو دنبال یه حالوی دیگه بگر به درک همون بهتر که بری ظرف بشوری آره بینی با تو جون آقا ساچو من چه میدونم چرا اینجوری شده به خود من همه جا رو تمیز کرده بودم به جون ننم آخر وقت تمیز کردم رفتم مریم خانوم شما یه چیزی به این آقای ساچو آقا ساچو هاشکاکی چی بگم به جفت مریم خانم جون به خورا من نمیدونم چه نمیشتر که خود به خود که اینطور نشده والا به خود من همه جا رو تمیز کردم رفتم چیه چرا اینجوری به من نگاه میکنی؟ پس بگو مدام این بچه ها سر به سر هم دیگه میذارید فکر نمیکنید با این مسخره بازی کار ما رو هم خراب میکنید بابا اگه اومدین تفریح برین جای دیگه پدر بیچاره من چه گناهی کرده تقصیر من چیه مریم خانوم من که سرم به کار خودمه میموندی از کاسخونه جونت بالا میومد بگم گروشینی خریدی رفته بودی کجا با مظلوم بازی همه مونو سیاه میکنی چی شد؟ خیلی عصبانیه آخه این چه شوخیه پسر فعلا درست شد این دفعه جریمت کرد حقوق یه هفته رفیق نامرد نمیخوام دیگه از دستت زله شدم به خدا داری اشتباه میکنی من این کارو نکردم اکبر جون اکبر جون اکبر جون مرد قد یه سمساری هم اساس داره برو یه جایی دیگه برای خودت پیدا کن برم کن بیچاره من اشکم آنا میرم اشک ازوی بیچارم کردی حالا داغ اون از مسیر به دلت میزن هر جاری شده پولشو جور میکنم و برمیگردم خب تو هم بد داری تو پارک شهر عکاسی بکنی سیگار فروشی بدبختی بیچاره دارم سکته میکنم از دستش بیچارم که بوده زنده قلبانو افرم تیغ برورش میده حکره جون میافته میشه فوازه باش رفیق بیماره فرد نخواستم ایام پام برسه به تهران دده و یاندر را بیچارم که بدبخت بیکار شد به جون مادرم داره اشتباه میکنه تقصیر من نبود به دل نگی حالا عصبانیه فعلا وسایل تو بذار تو اتاق من تا بعد آخه مریم خانم شما یه دقیقه به من فرصت دید مریم خانم بی مریم خانم بی خود این قیافه رو به خودت نگیر اکبر بنده خدا حق داره میگه خودتو به موشمردگی میزنی فکر کردی من حواسم نیست ده بار دیدم ظرفای کثیفو گذاشتی قاطی ظرفای اکبر کارت هم که همیشه میندازی گردن اون آخرش که چی؟ تو کارتو ول کردی اونم که مثل مرغ کش رفته تو لونه خودش من نمیفهمم این عکاس خونه اینقدر مهمه که دو تا رفیق افتادن به جون هم خب منم همینو میگم ارزش این حرفا رو نداره که ارزش این حرفا رو نداره نه والا درسته من اکبر رو خیلی اذیت کردم خب من همیشه سر به سر اون میذارم ولی به خدا این دفعه کار من نبود تو آشپزخونه همینجوری به هم ریخته خود به خود والا بلا به پیر به پیغمبر کار من نبود دلم خوش بود شما یکی اقلا باور میکنید اگرم سر کار نمیام به خاطر اینکه اکبر راحت باشه دیگم سر به سرش نمیذارم خودم هم بالاخره یک کاری پیدا میکنم خیلی خوب قبول میکنم حالا انقدر قیافه مظلوم به خودت نگیر قضیه گل و شربت و شیرینی چیه؟ گل و شربت و شیرینی چیه؟ گل و شیرینی؟ آها تو محل ما یه پیرزن بود بیکس تنها خب آدم گل و شیرینی بخره بره عیادت یه همچین پیرزن بیپناهی بده؟ نه خیلی هم خوبه تو رفتی عیادت پیرزنه سر همین با اکبر دعواتون شد آها حالا ده بیست سال سنش بالا و پایین که فرقی نمی کنه که بفهمین این چیه؟ قابل شما رو نداره بمالیم به دستتون
وگنه پوستتون بدتر میشه ها. چقدر بابت این پول دادی؟ اونش دیگه مهم نیست، دست شما خوب بشه. مریم خانم، پیرزنم که نبود، میشه گفت میونه سال. بله میون سال بود. خدا ما رو ببخشه. سر کار که خودتو مظلوم نشون بدی، همینجوریش هم عزیز هستی. توی کارگاه ساختمونی کار پیدا کردی، کارش سخته اما بد نیست. لابد اونجا کسی رو پیدا نکردی که کارشو خراب کنی. پولم جور بشه برمیگردم ایران. میدونی که مادرم تنهاست، بنده خدا گناه داره. ببین اکبر، من اون کارو نکردم. ارواح خاک آقا تو رو خدا دوباره شروع نکن، اصلا حوصله‌شو ندارم. همین ها، حواست کجاست؟ دارم میگم اون چه طرز کار کردنه. پاشو برو اون طرف کمک بچه‌ها. پاشو پاشو بابا جون، پاشو بریم. حسین هوای حمیدو داشته باش، داش بنداز اون طرف میله رو بگیر، با مفتول سفتش کن. بچونه اون سرش هم ببند. خیلی خوب. دست درد نکنه بابا. دستشو بگیر. آقا تاجیک بیا آده بیدا چی شده آقا غفار؟ سلام آقا تاجیک، خدا بد نده آقا. همین چی با واتشینو تو مدت چی با هتراکو تو کی کایدن کارا اورتا هده با تای هندس نه واتشینو هی یعنی های تو مادم میگه از پله ها سخته بره بالا، بیارینش تو اتاق من. خیلی ممنون، دیگه مزاحمشون نشید. تعارف نمی‌کنی که اینجوری راحت‌تر این همین تره. ای 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 مادر او متکیته آتامو نو یه چای داغ برات میارم مال جا بیا اویومو یا عادت کردی دفعه اولت که نیست بابا. مگه دروغ میگم؟ از روزی که پیدا شده کاسه کوزه همه رو به هم ریخته. غیر از اینه اصلا میخوای از اکبر شوخی کردم نتر سر تو باله بگیر. دایی جو بودسیو واتشی و نیهون ده ایچی بان ای کانکو بودس کارا شیم پای شینایی دنه. میگن نگران نباش، من بهترین پرستار ژاپنم. شوهر خدا بیامرزش نفر کرد، همچون مراقبش بود که به صبح نکشید مرد. عمرشو داد به شما. چیستی میگم؟ درست میگم مگم ها؟ درست میگم؟ بیا میگه راست. بابا بس کن بابا، دارم تعریفشو میکنم. شرمندم. کاش بهش میگفتی. بی خودی نگرانش کنی به چی؟ اون که کاری از دستش بر نمیاد،
خب حالا چی؟ نمیدونم والا، خودم هم توش موندم، خرج عملش خیلی زیاده، باید با اکبر صحبت کنیم، هرچی باشه رفیقشه، اون باید تصمیم بگیره. حالا تو اونقدر ناراحت نباش، هرچی خدا بخواد همون میشه. دوم سبزه، سینه سوم سکه، سینه چهارم چی؟ سمنو دیگه. حرفایی میزنی ها، تو ژاپن سمنو از کجا گیر میاد؟ ساعت بابا، هم سینه هم حواسمون به وقت هست. خب تازه شد چهارتا، سه تای دیگه میخواد. سرنا دیارم. نه نه تو رو خدا، این شب عیدی به گوش ما رحم. چی شد؟ سرم یه خورده گیج میره، چشام سیاهی میره. دماله همین سرناست، از بس توش فوت کردی باد افتاده تو کلت. دلم گرفته، کاش اکبرم اینجا بود. همیشه شب عیدا یا ما میرفتیم پیش اونا یا اونا میامدن پیش ما، کس دیگه ای رو نداشتیم که. از ژاپن. الو قطع نکن بابا، قطع نکن. با بدبختی گرفتن. الو الو آقا تاجی، آقا این که ما یه حرفی نیست، اگه مرد خودت باید جواب بدی. آقا تاجی یه دقیقه بیا. بله اکبر بالاست؟ نه رفت بیرون. الو نمیدونی کجا رفته؟ چرا یه مغازه سر خیابون هست که حوصله سر میره میره اونجا. بابا ول کن. سلام مریم خانم، حال شما شد؟ راستی حمید چطوره؟ پاش که بچونی نشکسته ها؟ نه چیزی نیست، مو برداشته، زود خوب میشه، همش سراغ شما رو میگیره. گوش کنید، یه مشکلی پیش اومده. این موضوع شکستگی پاش نیست، نگران نشین، ولی نمیتونم چجوری بگم. یه ضربه به سرش خورده، چشمش یه خورده، دکتر میگفت پشت چشمش خراشیده شده، حالا هم تار میبینه. منم نفهمیدم دکتر چی میگه، ولی باید عمل بشه. چول باشم اول ببینی خلدی. اینم سماق، یواش یواش نمیشم. مهمون نمیخوای؟ سلام علیکم.
بازم کفگیرم خورده تایی دیگ یکی دو روز میرم و بر میگردم اگه کسی پرسید خودت جورش کن دیگه بگو رفته سفر باش آقا جلال مواظب خودت باش شده اکبر هیچی فقط یه ریزه پاد مو برداشته همین بی خودی رو تون بر نکن خودم میدونم یه چیزیم هست همه با من مهربون شدن همه به هم میرسن شدم این آقای خدا بیامرزم دم رفتم بیچاره ننمو به منتظر گل پسرش برگرده بره برش خواستگاری میگم اکبر تو دختر این بابا یاوری رو میشناسی؟ یاوری؟ کدوم یاوری؟ همونی که کاروان زیارت سیاحت داره دیگه چی شده اکبر؟ آخه اونه که مادر من قرار بود برای من بره خواسته کنی فقط یادت بشه این دفعه امشیر خودت نزدی باشه به شرطی که تو هم از یه جای دیگه گل شیری بخری گل تحکز خونه رو هم نپوشی ها برای خودمونی مکبر آدمی با حال و روز منو چه به این حرفا این حرفا کدومه آخه چه جوری مگه میشه دستشو بگیرم لنگون لنگون با سلام و صلوات برم در خونه شون برم در خونه شون بگم سلام علیکم شرکت خانم بفرما آقا حمیدت بچه یکی یه دونه تون سر ما رو گنده است فقط دستشو بگیرین که یهو چشاش با سر نره تو جو بابا این حرفا به زبون زاده است به خدا دیگه از اینجا هم خسته شدم دلم میخواد برگردم ما برای خودش میگیم هرچی بگذره بدتر میشه نمیشه که همینجور دست رو دست گذاشته نشست والا چه اینجا عملش کنین چه اونجا فرقی نمیکنه خودش هم اونجا راحت تره اگه زبونم لال من نمیفهمم باید عمل بشه آخه چه جوری کلی خرج عملش میشه تو داری من اگه داشتم دریغ نمیکردم اما هرچی داشتم فرستادم ایران برای بچه‌ها بیمه چی یعنی بیمه هیچ غلطی نمیکنه یعنی ساچوشونو بیمه نکرده ای بابا تو هم حرفا میزنی ها اینا ما رو استخدام میکنن که حق بیمه و بیکاری و اینجور چیزا رو برامون ندن وگرنه عاشق چشم ابرومون نیستن اتفاقیه که افتاده تقصیر شما هم نبوده هیچ کس هم از شما گله ای نداره ده اگه مشکل پول عملشه خودم جورش میکنم آخه چه جوری صحبت سناسشه نیست عملش خرج داره 5,000 دلار پول میخواد یعنی مزد من و تو و اون بابا اون رفیق منه
چرا حالی تو نیست؟ ما بچه تایی خطی من این حرف حالیم نیست، هر چیز شده باید عمل شه. شبتون بخیر. اومدم بابا، اومدم. نمیزنن یه چایی کوب کنیم؟ اومدم. موچت تایو یه کفکاری بکنم ماشینی تو که خودت حال کن. هیچ جای دنیا اینجوری کفکاری نمی کنم. ای مستر یه جونه نی گاتن دسکا ایس ایمات یا ورات ایمات خدا میگم چی کارت خب دیگه باید یه جوری خرج و مخارج در آورد دیگه چاره ای نیست جون تو خیالت راحت باشه چطور دیدی نیدی ببین آقا جلال پول لازم دارم تو میتونی کمکم کنی نوکرتم هستم این از اول میگفتی بیا بیرون چقدر لازمته نمیدونم نه نه اصلا بشکا اومدم بابا ببینم چقدر لازمته نمیدونم من ترتیبش میدونم اینجور مسابقه ها نمایشی بری بالا هزار کاسه هرچی بیشتر کشش بدی بیشتر گیره میری بالا زیادم جلو نمیدونم چند دقیقه میچرخی یه دفعه که زدت میفتی رو زمین حواست به من باشه اون یارو حرفه‌ایه کارش همین دمپرش بده مرد کارش پس ازش فاصله میگیر مواظب چشماتم باش چون اول از همه اونجا رو نشونه میده پنج دقیقه مقاومت میکنی تا دستمون رو نشه بعد میفتی رو زمین دیگه از جات بلند نمیشه هزار جون گیرت اومده بلنشو ببینم بلنشو دیگه حالا وقتش نیست بجو گفتم بلنشو یالا یالا بلنشو رو رو بیدم چکار میکنیم وقتشو خودم بهت بگم یالا یالا بجو جلال ترسیدی لطو پارشم گذاشتی در رفتی انقدر کتک خوردم که ارو رفت حالا با این پولا میتونم چشای رفیقم رو عمل کنم همین Thank you.
اینجا چی کار میکنی؟ یا آخر خطه زیاد که درد نمی کنه، مرتب کمپرسش کن دیگه، حالم از این بازی ها به هم می خوره، آخرش که باید برگشت، هرچه زودتر بهتر. پول زیادی نیست، گفتم شاید برای عمل حمید به دردت بخوره، کار دیگه که از دست من بر نمیاد. از قول من ازش خداحافظی کن. ممنون، خداحافظ. باشو بیا اکبر، بیا پیداش کرد اینجا اون دیگه ای بیا سامر کن کجا؟ بیا بازی تو کار اونو بیارزش میکنه، میفهمم چه حالی داری، اما خودتو بذار جای اون، هیچی نمیتونه اونو خوشحال کنه مگه اینکه تو خوب بشی. میتونی من هیچ وقت آدم حسودی نبودم، ولی دیشب برای اولین بار به رفاقت تو اکبر حسودیم شد. توی اون صورت درب و داغون یه حالی بود که من همیشه حسرتشو داشتم، تو فقط زشتیاشو دیدی. اونجا پر از چیزای قشنگ بود، چیزایی که خود من هیچ وقت نداشتم. بابا غفار اینا آشان دست دردگاهی پیدا شد، باشه بینم همین اکبر، اکبر صبر کن بابا جون، صبر کن ببین چی میگم. ببین چی میگم، بذار مریم باهاش صحبت کنه. دیگه صحبتی نداره. چه صحبتی؟ بس بریش بیمارستان، دکتر منتظرشه. را بیفت بینم. جلو نیا اکبر، جلو نیا با من یکی بجا نکن. را بیفت، را بیفت بریم ببینم. گفتم نمیام. ببین من مثل اینا نیستم که براشون عشق میایی یا خودتو لوس میکنی. ولم کن بابا، چه داری میری بالا بابا خود نمیام. حرف منو گوش کن را بیفت بریم بسر. ببین من میگم نمیام، یه تو سری میبرم. آی 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 پاپ 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 اشکر پاپ آقا روشن کن بریم. به خدا با عصا میزنم. منو میزنی؟ من یارو رو تو بوکس رو بردم، تو منو بزن. آی 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 پاپ پاپ دست گرف اکبر، دست به در بزنی دست تمه نپاد میکنم. گت گت آقا یعنی را بیفت. سلام علیکم. سلام علی. سلام علیکم. چاییتونم که تعطیل کردین. بله. آقا رو چایی میخواد. مش ماشاءالله. خبر نداری که اینجوری فروخته یا نه؟ من چه میدونم. میگن فروخته. خدا عالم. سلام. سلام. مهمون نمیخواین؟ بفرمایین.
خوش آمدین، چه عجب یاد فقیر فقرا کردین. حالی شما چطوره مریم خانم؟ خیلی ممنون. بابا خوبه؟ بابا شما سلام میرسونن. دیگه خوبین؟ چند تا عکس میخواستم. آخه میخوام برگردم ژاپن. اومدم برای خداحافظی. چی؟ میگم فقط اگر میشه، اگر چی میشه؟ هیچی فقط اگر میشه یه خورده اینوری تر بشه. پیغامی چیزی برای اونا ندارین؟ نه خیلی، فقط قرار بود چهارشنبه با مادرم بیایم که چی؟ که هیچی، سرتونو یه خورده اونوری تر بشه. بله، خوبه؟ چه خوبی داره، حالا چه وقت راه انداختنه. گفتم بیایم منزل شما که گفتم مربا هم بفرز. آخه گفتم اگه شما بری ژاپن که اون وقت مادر نه مادر من نره ژاپن اگر شما بری که من ببخشی مریم خانم، با شما کار دارم. یا اکبر جون، یه پیر زن بی کس و تنها. یه پیر زن بی کس و تنها؟ پیر زن بی کس؟ نرگس خانوم؟ رفتم محضر، همه کارشو ردیف کردم، هیچ مشکلی هم نداره، خودم هم امضا کردم، مونده امضای خریدار که امضا بشه، دیگه کاری نداره، تمومه. دست شما درد نکنه، حسابی تو زحمت انداختم اتون. چی شده؟ چرا اینجوری وایسادین نگاه میکنین؟ هیچی، مبارکتون باشه انشالله. من جناب علی هم باز بریم پارک شهر عکاسی. بیا این جلو امضا کنیم. ما واسه چی امضا کنیم؟ خودتون امضا کنیم دیگه. نرگس خانوم لطف کردن، دوباره با شما کنار اومدن. یه مقدارشو الان بابا داده که من بعدن اونو از تو میگیرم، بقیهش هم شما اکبر آقا ماه به ماه میدی به نرگس خانوم تا تموم بشه. چطوری؟ حالا بیا این جلو امضا کنیم. پس ژاپن رفتن چی میشه؟ ژاپن؟ کی خواست بری ژاپن؟ یعنی شما حاضرین که با بله